بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام، بیننده برنامه سرزمین عشق هستید. از کربلای معلا، بین الحرمین آقا امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام، خداوند بزرگ و منان رو شاکریم از اینکه این توفیق رو به ما داد تا با سری دیگه از برنامه سرزمین عشق تحت عنوان شرح ادعیه های وارده در زیارت عاشورا در خدمت شما باشیم. امیدوارم که عزاداری های شما بینندگان عزیز مورد قبول درگاه حق باشه و اسم تک تک شما در لیست عزاداران آقا سید الشهدا ثبت و ضبط شده باشه. ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. و اما در مورد این برنامه هم کارشناس محترمی رو در استودیو داریم تا انشالله از بیانات ایشون استفاده بکنیم، جناب حجت الاسلام محمد امیر سفری، که از طرف شما و خودم خدمت ایشون عرض سلام و ادب دارم. خوشم سلام عرض می‌کنم. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام عرض سلام و ارادت دارم. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی از جمیع محبین و شیعیان و سوگواران امام حسین علیه السلام عزاداری ها و عرض ادب ها را به نحو احسن و شایسته قبول بفرماید و ذخیره قبر و قیامتمون قرار بده و در دنیا آخرت ما را از امام حسین علیه السلام جدا میندازد ان شاء الله. جان خیلی ممنون و متشکرم. آقا ما قبل از اینکه وارد بحث بشیم، بالاخره برنامه سرزمین عشق رسم زیبا و میمون و مبارکی داره و اون هم عرض ادب و ارادت خدمت آقای امام حسین علیه السلام هستش. اجازه بفرمایید در شروع این برنامه هم با حضور جناب عالی سلام بدیم خدمت آقا امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل عباس و بعدش ان شاء الله با اجازهتون وارد بحث بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیك یا ابا عبد الله، السلام علیك یا ابن رسول الله، السلام علیك یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیك یا ابن فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، السلام علیك ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین عليهم السلام، السلام عليك يا باب الحوائج إلى الله، يا أبا الفضل عباس ابن عمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنت يا جماعة، خير ممنون متشكر. خب بینندگان عزیز، امیدوارم که قبول باشه سلامی که دادیم خدمت آقای امام حسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل عباس علیه السلام. نایب الزیاره شما هم هستیم، امیدوارم که انشالله خدا قسمت بکنه شما هم تشریف بیارید کربلا و خودتون از نزدیک در زیر قبه آقای امام حسین علیه السلام دعا بکنید و ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. حاج آقا، در بحث امشب و انشاءالله شب‌های آتی که راجع به شرح ادعیه های وارده در زیارت عاشورا هستش، قبل از اینکه وارد خود دعاهای زیارت عاشورا بشیم، راجع به خود بحث زیارت عاشورا که بالاخره سند این زیارت چی هستش و خدمتتون عرض بکنم اون برکاتی که از زیارت عاشورا ذکر شده در کتب مختلف به چه صورت هستش و کلا راجع به خود زیارت عاشورا مقداری اگه خدمت بینندگان توضیح بدید من ممنون میشم. در خدمتتون هستم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زیارت عاشورا یکی از زیارت‌های معتبره و معصور است که این زیارت نامه را حضرت امام محمد باقر علیه السلام از اجداد طاهرینشون، از پدر بزرگوارشون تا میرسه به امیر المؤمنین و امیر المؤمنین از پیغمبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم،
و پیغمبرم میفرماید که از لسان جبرائیل و جبرائیل هم میفرماید از لسان خدا شنیدم. به قول میتوان گفت که این زیارت حدیث قدسی است که خداوند تبارک و تعالی فرموده. در دو تا از کتاب‌های کهن و قدیمی ما این زیارتنامه وارد شده. بله. یکی از این کتاب‌ها کتاب کامل الزیارات مرحوم ابن قولویه. می‌دونید که ابن قولویه از علمای قرن 14 همه که مزجع شریفش هم در حرم امام موسی بن جعفر و حضرت جواد علیه السلام در کاظمینه. مرحوم ابن قولویه اگر عزیزان و بینندگان که اهل تحقیق و بررسی هستند به کتاب کامل الزیارات مراجعه کنند، ببینن که در اول کتاب ایشون نوشته که این روایت ها و این راویانی که من در این کتاب آوردم و ازشون روایت نقل کردم جزء ثقات هستن. درست. یعنی راویانی هستن که ثقه هستن از دیدگاه خودشون، و نقل که مرحوم آیت الله لازما اخوئی صاحب معجم الرجال ایشون فرموده بودن که اون راویانی که ابن قولویه در کامل الزیارات آورده، چون ایشون ثقات ربات را آورده، ولو این راویان در جای دیگه توصیف نشده باشن، متنی دربارشون نداشته باشیم، همین که ابن قولویه آورده برای ما کفایت میکنه. و دومین کتابی که این زیارتنامه را در آورده مصباح المتحجد مرحوم شیخ طوسی. بله. رضوان الله تعالی علیه، که این بزرگوار هم در کتاب خودش این زیارتنامه را آورده با همین سندی که جناب علی فرمود از امام محمد باقر تا بله. میرسه به خدا. بله. عز و جل. و در کتاب‌های ادعیه دیگه مثل مفاتیح و اینها از همین دوتا کتاب نقل کردن و از همین دوتا کتاب نوشتن. آخه چون عذر میخوام، زیارت عاشورایی که در همین دو کتاب به عنوان منبع اصلی، یعنی کتاب کامل الزیارات و کتاب مصباح المتحجد فرمودید، همین زیارت عاشورا ازش تمام و کمال داخل مفاتیح الجنان نقش داره. بله. بدون هیچ کم و کسر. بله. و بدون بله تمام متنی که مرحوم شیخ عباس سقمی رحمت الله علیه در مفاتیح آورده، همین در کتاب کامل الزیارات و در کتاب مصباح مرحوم شیخ طوسی هستش. یعنی با همون صد لعن و با همون صد سلام و ما بقیه بله سجده و نماز و اینها. و بزرگان دین و علمای ما درباره سند زیارت عاشورا نوشتجاتی دارند. و مرحوم شیخ نصرالله شبستری که یکی از علمای آذربایجان تبریزه، چون یه شرحی نوشته برای زیارت جامع کبیره، قریب 50 صفحه در اولش درباره سند زیارت عاشورا بحث کرده و از لحاظ سند که سند محکم و قوی داره. و اخیراً از یکی از بزرگان و مراجع سوال کرده بودن درباره سند زیارت عاشورا، با دستخط خودشون این بزرگوار نوشته بودن علاوه بر اینکه زیارت عاشورای امام حسین علیه السلام دارای سند قوی است، اصلا خود زیارت عاشورا دارای برکات و معنویت و نورانیت خاصی است. درست. که خوبه که شیعیان و ارادتمندان امام حسین علیه السلام مداومت داشته باشند بر این زیارت عاشورا. معمولا ارادتمندان و عزاداران امام حسین علیه السلام در ایام محرم الحرام و سفر الاحزان و در طول سال مجلسی که به نام ابی عبدالله حسین علیه السلام برپا میکنن، معمولا با زیارت عاشورا شروع میکنن. کار بسیار خوبیه، کار بسیار میمون و متبرکیه. خوبه که فقط مختص این ایام و مجالس نباشه، انسان مداومت داشته باشه، مخصوصا بعد از نماز صبح. بله. که دارای برکات بسیاریه. اگر عزیزان مراجعه کنن، برخی از افرادی که به بعضی از علما رجوع میکردن برای اینکه دستور عملی بگیرن. بله. که مراتبی را طی کنن، مراتب کمال را سیر کنن، یکی از تأکیدات بزرگان دین و علمای ما مداومت بر زیارت عاشورای امام حسین علیه السلامه، که عرض کردم خیلی نورانیت خاصی داره.
که در این زیارت شریف قریب 12 دعا هستش. بله. که دعاهای پر مضمون، پر محتوا. ممکنه که ما زیارت عاشورا رو بخونیم و از کنار این دعاها خیلی راحت عبور کنیم. بله. اما اگر تأملی داشته باشیم، تدبری داشته باشیم، دقتی داشته باشیم، خیلی این دعاها پر محتواست، پر مغزه. بس. یعنی تربیت کننده است، انسانساز، راهگشاست. یکی از افتخارات ما شیعه اینه که به برکت اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین ما دعاها و زیارتنامه‌هایی داریم پر مضمون، پر محتوا، که هر چی که بخوایم در این زیارتنامه‌ها و این دعاها هست. عرفان بخوایم هست، توحید بخوایم هست، اخلاق بخوایم هست، تربیت کننده است. مثلا نگاه کنید زیارت امین الله که یکی از زیارت‌های معتبر است. بله. و تأکید شده که در مشاهد مشرفه و در اعتاب مقدسه معصومی زیارت امین الله ترک نشه. البته درباره زیارت امیرالمؤمنین، زیارت دوم امیرالمؤمنین، اما تأکید شده که در تمام مشاهد مشرفه انسان میتونه این زیارت نامه رو بخونه. اول 3-4 تا سلام داره، بعد شروع میکنه دعاهای اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قضا، اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، تا آخر که دعاهای پرمحتوا. یا دعای عرفه امام حسین علیه السلام که بسیار انسانسازه، برای انسان معرفت میاره. اگر توحید میخواد درش هست، اگر شناخت خودش، انسان شناخت خودش رو میخواد. بله. که از شناخت خیشتن میتونیم به من خدا بده. بله. بله. معرفت به خدا پیدا کنیم. واقعا انسانساز. یکی از بزرگان و علما تعریف میکردن، این شخصی آمده بود و میخواست مسلمان بشه و با مبانی اسلام آشنا بشه. بله. میگه آمد به من مراجعه کرد، گفت یک کتابی، یک مثلا مقاله‌ای به من معرفی کنید، من قبل از اینکه به اسلام مشرف بشم مطالعه کنم، بررسی کنم، با آشناییت، با ذهن آشنا و شفاف مثلا اسلام را قبول کنم. چون میگه من تأکید کردم که برید دعای عرفه امام حسین را بخونید، در تک تک کلمات و معانیش دقت کنید و تأمل کنید، بعد بیاید. ایشون رفته بود و مطالعه کرده بود و بعد از اینکه آمد با اشتیاق اسلام را قبول کرده بود و به انسان معرفت میده، واقعا شناخت میده. یا شما دعای کمیل را نگاه کنید. بله. از لسان امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام. بله. که هم درش توحید هست، هم درش معرفت هست. خلاصه خیلی دعای پر محتوا، پر مغز. یا زیارت جامعه کبیره. بله. که از یادگاری های امام هادی علیه السلامه. بله. که شناسنامه اهل بیته، یعنی کسی که میخواد شناخت پیدا کنه نسبت به اهل بیت، معرفت پیدا کنه، جایگاه اهل بیت رو بشناسه، زیارت جامعه کبیره رو بخونه، تأمل کنه، تدبر کنه در معانیش، در تعبیرها، که واقعا انسان معرفت پیدا میکنه نسبت به اهل بیت. جایگاهی که اهل بیت دارن انسان میتونه با همین زیارت جامعه کبیره شناخت پیدا کنه. و شبیه این زیارتنامه ها و دعاها از امام سجاد علیه السلام و از دیگر ائمه اطهار ما داریم. یکی از زیارت های معتبره، مشهوره و معروفه که دارای آثار و برکات بسیاری، همه زیارت عاشورای امام حسین علیه السلامه. برکات بسیاری داره، نقل های بسیاری کردن، مطالب بسیاری نوشتن درباره آثار و برکات همین زیارت عاشورا. یکی از قضایایی که درباره برکت همین زیارت عاشورا نقل شده، مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه از استاد بزرگوارشون محدث نوری صاحب مستدرک الوسائل نقل کرده که در مفاتیح الجنان، در اون قسمت زیارت جامعه کبیره، بعد از اینکه جامعه کبیره نقل میکنه، مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح این قضیه رو مفصل آورده. بله. اما مختصرش را به عنوان
تیمم و تبرک عرض کنم که یک آقای بزرگواری به نام سید حسن رشتی که از ساکنین شهر رشت بوده بخواد یک سال مشرف بشه به حج، برای اعمال حج بره مکه، میاد تبریز و تا در تبریز قافله‌ای باشه و همسفری پیدا کنه که عازم حج بشه. در تبریز پیدا نمیکنه قافله‌ای. یک تاجری بوده به نام حاج سفرعلی که از تجار تبریز بوده، چون میگه من میخوام برم ترکیه، یک سری اسباب و وسایل دارم برای معامله، برم اونجا شاید قافله‌ای پیدا کنم و شما رو ملحق کنم با اون قافله، با اون قافله برم، با اون قافله برید برای حج، برای مکه. این سید رشتی هم با این بزرگوار راه میفتن، میان به ترکیه. حاج سفرعلی در ترکیه آشنا داشته و چند نفر رو هم تشویق میکنه و خلاصه یه قافله میشن اینها عازم شهر کشور عربستان و برای اعمال حج. ایشون نقل میکنه 2-3 کیلومتری که رفته بودن به یک گردنه میرسن که اون گردنه میگن گردنه بسیار مخوفی بوده، بسیار خلاصه وحشتناکی بوده و تأکید داشتن که از این گردنه سریع عبور کنیم. در اون گردنه به برف و بوران و کولاک میخورن، برف شدید شروع میکنه به باریدن، کولاک شدیدی. این سید رشتی از قافله و رفقاش عقب میمونه، هرچی تلاش میکنه به اونها برسه نمیتونه برسه، خلاصه عقب میمونه، جا میمونه تا اینکه راه رو گم میکنه. خیلی ناراحت، مضطرب، غم و اندوه عالم وجودش رو میگیره که من چه کنم در کشور غریب، در کشور غریب راه را بلد نیستم. تصمیم میگیره که من همینجا بمونم، یکم که هوا روشن شد و یکم از این بوران و کولاد کم شد برگردم به منزل قبلی. دست. حالا یا یه کاروان دیگه گیر میارم یا اینکه برمیگردم بله به طور کل منصرف میشم. خیلی ناراحت میشه، مضطرب میشه، یه گوشه میشینه، میبینه مقابلش یه باقیه و یک شخص بزرگواری با بیل داره برفهایی که رو درختان نشسته اونا رو تکون میده. وقتی که این سید رشتی را میبینه میاد جلو و با زبان فارسی سلام میکنه، میگه آقا شما کی هستید، اینجا چی میکنید؟ یا من عازم حج بودم، از قافله عقب موندم، راه رو گم کردم، الان اینجا موندم. این آقای بزرگوار بهش میگه که نافله بخون، راه رو پیدا میکنه انشاءالله. میگه من به حرف این بزرگوار گوش دادم، بلند شدم، مشغول نافله شب شدم، نافله شبم رو خوندم، بازم نشستم. دوباره این آقای بزرگوار رفتند و آمدن، راه را پیدا نکردی؟ میگه من گریه کردم، گفتم نه راه را بلد نیستم، آشنایتی با این راه ندارم. چون میگه شروع کن جامعه را بخون، جامعه کبیره را بخون. سید رشتی میگه که من جامعه را اصلا حفظ نبودم، بلد نبودم، از حفظ نخونده بودم تا آلا، اما بدون اینکه به این نکاتم توجه داشته باشم، اونقدر اضطراب و ترس و دلخوره داشتم اصلا به این نکات هیچ توجهی ندارم. بله. همین که اون آقای بزرگوار به من گفتن جامعه را بخون، شروع کردم از حفظ زیارت جامعه کبیره را خوندن. میگه این آقای بزرگوار رفتند و برگشتند، به من گفتن که راه را پیدا نکردی؟ گفتم نه. فرمودن عاشورا بخون، زیارت عاشورا. من دوباره بدون اینکه توجهی داشته باشم، زیارت عاشورا من حفظ نبودم، بله، اما شروع کردم زیارت عاشورا رو از حفظ خواندن. بازم این آقای بزرگوار رفتند و آمدند، راه را پیدا نکردیم. گفتم آقا نه، من راه را بلد نیستم. فرمود بیا من تو را به رفقات میرسونم. سوار بر مرکبی شدند و فرمودم پشت سر من بشین. بله. منم پشت سر این آقای بزرگوار نشستم. این مرکب جلو نرفت، به حالت دایره‌ای حرکت کرد، دایره وار حرکت کرد. من به هیچ به این نکات توجه ندارم. حالت دایره‌ای حرکت کرد و به اندازه یک طرفت العینی رسیدم به یک منطقه، دیدم یک نهریه، رفقای من، هم قافله‌های من اونجا دارن وضو میگیرن برای نماز صبح. میگه این آقای بزرگوار زد به پای من، به زانو من، فرمود چرا از نافله قافلی؟ نافله، 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 3 مرتبه تأکید کرد بر نافله شب. بعد فرمودش که چرا از جامعه کبیره قافلی؟ جامعه، 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 3 مرتبه فرمود مداومت بر جامعه کبیره داشته باش.
بعد فرمودش که چرا از عاشورا غافلی؟ عاشورا، 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 سه مرتبه تأکید کرد بر زیارت عاشورا. فرمود اینم رفقات برو اگر پرسیدن کی تو را رسوند بگو یک بنده خدای مرا رسوند، آشنا بود با مسیر. درست. یه من آمدم به رفقا ملحق شدم، تعجب کردن چطور خودتون رسوندی؟ ما دیگه ناامید شده بودی. وقتی که ماوقع را شهر دادم آنها گفتن خوشا به سعادتت، نکنه اون وجود اقدس امام زمان روح له الفدا بوده. با اون شواهد و با اون قرائن و که من اون نکاتی که توجه نداشتم در یک شهری که در یک کشوری که همه ترک زبانه، این آقا به زبان فارسی با من صحبت کرد، اون دستورات، اون تأکیدات چطور به اندازه یک طرفت العینی با اون حرکت دورانی دایری من رو رسوند اینجا، شاید همون وجود نازنین امام زمان بوده که، و ایشون میگه که به نظر من وجود اقدس امام زمان بوده که تأکید داشته بر مداومت زیارت عاشورا. ایشون هم حفظ نبوده زیارت جامعه، بله، زیارت عاشورا، بله، حفظ نبوده، اون عنایتی بوده که از ناحیه حضرت بوده. این قضیه را مرحوم محدث نوری آورده و مرحوم شیخ عباس قمی از ایشون نقل کرده. تو عرض کردم مفصلش در مفاتیح هست و در کتاب دارالسلام و کتاب‌های دیگر مرحوم حاجی نوری هستش. عزیزان میتونن به اونجا مراجعه کنن. یک قضیه دیگر را هم مرحوم آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری یزدی مؤسس حوزه علمی قم نقل میکند. ایشون میفرماید وقتی که مرحوم میرزای شیرازی آیت الله العظما سید محمد حسن شیرازی که بعد از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه مرجعیت به دو شخصیت رسید، صاحب فتوای تحریم تنباکو، بله، فتوای تحریم تنباکو که با این فتوا ضربه به انگلیس و استعمار بزرگ زدش ایشون. بعد از مرحوم شیخ انصاری مرجعیت به دو بزرگوار رسید، یکی مرحوم آیت الله العظما سید حسین کهکمری و دیگری مرحوم میرزای شیرازی. مرحوم آقا حسین کهکمری در نجف موندن، بله، اما بنابر دلائلی که من جمله از دلائل این بود که میخواستن شهر سامرا را از غربت در بیارن، مرحوم میرزای شیرازی تصمیم میگیرن که حوزه درسیش رو انتقال بدن به شهر سامرا، شیعیان بیان اونجا و حرمین، امامین، معصومین، عسکریین از غربت در بیاد. بعد از اینکه مرحوم میرزا تشریف میبرن به سامرا، عده‌ای از شیعیان از شهرهای دیگه، بله، میرن به سمت سامرا، شاگردان ایشون میرن، بعضی از شیعیان میرن. این شیعیانی که الان هستن یا در اطراف هستن به برکت اقدام مرحوم میرزای شیرازی رفتن به شهر سامرا، و الله چون سامرا نزدیک صلاح الدین و اینها سنی نشین بودن و اینها، خلاصه این به برکت اقدام مرحوم میرزا بوده، میرزای شیرازی بوده. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی رحمت الله علیه یه دورانی که در سامرا بودیم و از محضر مرحوم میرزای شیرازی استفاده میکردیم، بیماری و وبا شیوع شد، شایع شد، هر روز دسته دسته مردم بر اثر این بیماری از دنیا میرفتن. یک روزی مرحوم میرزا درس داده بودن، بعد از درس نشسته بودن پای منبر که شاگرد ها اشکالاتشون رو میپرسیدن و میرزا هم جواب میداد. همون موقع مرحوم آیت الله العظما محمد فشارکی که از علمای صاحب نظر مجتهد با ورع و با تقوا زمان مرحوم میرزا، حتی بعضی از بزرگان مرحوم فشارکی را مقدم میدونستن بر مرحوم میرزا. اما ایشون مرجعیت و اینها را قبول نکرده بود. ایشون وارد میشه خدمت مرحوم میرزای شیرازی، بعد از سلام و احوال پرسی به مرحوم میرزا، مرحوم آیت الله فشارکی میگه آه شما بنده را مجتهد میدونید؟ مرحوم میرزا میفرماد بله، بنده شما را یک مجتهد با ورع و با تقوا میدونم. آه بنده الان یک حکمی بدم، یک فتوایی بدم، شما عمل میکنید؟ مرحوم میرزا میفرماید نه تنها بنده عمل میکنم، بلکه مقلدین من هم باید از شما از این حکم تبعیت کنم و عمل کنم. فرموده بود اگر میخواید شیعیان و مردم از دست این بیماری نجات پیدا کنن، من تأکید میکنم، توصیه میکنم، فتوا میدم شیعیان از امروز به مدت 10 روز
زیارت عاشورای امام حسین علیه السلام رو با آدابش یعنی با همون صد لحن و صد صلوات و نماز و اینها به مدت 10 روز زیارت عاشورا رو بخونن و ثوابش رو هدیه کنن به روح نرجس خاتون مادر امام زمان. یه مرحوم شیخ عبدالکریم حائری رحمت الله علیه می‌فرماید بعد از اینکه مرحوم سید فشارکی این فتوا رو دادن و این دستور را، مرحوم میرزا اعلام کردن هم به شاگردان و هم به شیعیان و هم به مقلدین، خود مرحوم میرزا هم به مدت 10 روز شروع کردن این زیارت نورانی را خواندن و ثوابش را هدیه کردن به روح نرجس خاتون مادر امام زمان، که مرحوم مؤسس که آیت الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری یزدی می‌فرماید بعد از اینکه این دستور امر را دادن و 10 روز انجام دادن، دیگه هیچ شیعه بر اثر بیماری وبا از دنیا نرفته. به طور کلی در میان شیعیان این بیماری از بین رفتش. عجب. که این برکت زیارت عاشورای امام حسین علیه السلام و قضایای بسیاری که نقل کردن، همین در کتاب دارالسلام مرحوم محدث نوری نقل میکند یک شخص مورد وثوقی از اهالی یزد، بله، که ایشون میگه من عادت داشتم یک قبرستانی بوده خارج از شهر یزد به نام مزار که من میرفتم بعضی شبها اونجا بیتوته میکردم. یک مقبره بوده که در اون مقبره عده‌ای از صلحا متدینین مؤمنین مدفون بودن. این آقای مورد وثوق میگه من یک دوستی داشتم که از دوران طفولیت و بچگی با هم دوست بودیم، با هم رفیق بودیم، از دنیا رفتش و در کنار همون مقبره ایشون رو دفن کردن. یه در یکی از این شبهایی که من دفته بودم به همون قبرستان مزار و در اون مقبره بیتوته کرده بودم، در عالم روی این دوستم رو دیدم. دیدم یک لباس خوبی بر تن داره، جایگاه خوبی داره. میگه من سوال کردم که فلانی، من که تو رو از بچگی میشناختم، تو اونطور عملی نداشتی که این جایگاه رو به تو بدن، به این مقام برسی. تو شغل طوری بود که علی الظاهر عشار بوده، گمرکی، گمرک بوده، مثلا گمرکچی بوده. بله گمرکچی بوده. شغلت هم طوری نبوده که مثلا این مراتب به این کمالات رو به تو بدن. چطور به این مقام رسیدی؟ جواب میده بله همونطور که شما میفرمایید همونطور بود. وقتی که من روحم از بدن جدا شد عذاب شروع شد. با انواع عذاب‌های سخت معذب بودم، عذاب می‌دیدم. تا همین دیشب معذب بودم، انواع عذاب، عذاب‌های سخت، گرفتار بودم. تا اینکه دیشب در همین مقبره زن استاد اشرف حداد رو آوردن دفن کردن در همین مزار، در همین مقبره. شب اول قبر او 3 مرتبه سید الشهدا به دیدن این بانو آمدش. بار سوم که حضرت آمدن به دیدن همسر استاد اشرف حداد، بعد از بار سوم خداوند عذاب را از اهل قبرستان برداشت به برکت قدوم سید الشهدا و شفاعت حضرت سید. دیشب ما نجات پیدا کردیم از عذاب. این شخص میگه من صبح بلند شدم، استاد اشرف حداد کیه؟ آمدم به بازار حدادان، آهنگران عرض به خدمت شهری است، پرسجو کردم، سوال کردم، تحقیق کردم، تا اینکه استاد اشرف حداد رو گیر آوردم، نمیشناختمش، پیداش کردم. بعد از سلام و احوال پرسی گفتم آه همسر شما از دنیا رفته؟ بله. فلانجا دفنه؟ فرمود بله. گفتم که همسر شما روضه‌خوان امام حسین بود؟ گفت نه. زیارت رفته بود؟ گفت نه. مجلس برای سید الشهدا برپا میکرد؟ جواب داد نه. بعد از اینکه من این سوالات رو کردم، ایشون گفت این سوالاتتون برای چیه؟ قضیه چیه؟ ماجرا چیه؟ میگه من قضیه شب را که در عالم روی دیده بودم تعریف کردم برای ایشون. ایشون فرمودن بله همسر من مداومت بر زیارت عاشورا داشت، هرگز زیارت عاشوراش ترک نمیشد. به برکت همین زیارت عاشورا 3 مرتبه وجود نازنین امام حسین علیه السلام شب اول قبر به دیدن این بانوی مؤمنه و متدینه میاد و به برکت قدوم سید الشهدا خداوند عذاب را از اهل قبرستان برمی‌داره. این آثار و برکات زیارت عاشورا، بزرگان دین
و علمای ما، مراجع ما تأکید داشتن. عرض کردم قضایا بسیاره، بله. اگر انسان بخواد این قضایا رو بگه، حالا دو سه روز طول میکشه تا انسان این قضایا رو نقل کنه، که اینها همش آثار و برکات زیارت عاشور امام حسین علیه السلام. بسیار بیانات شیوا و ارزشمندی داشتید حقیقتا راجع به زیارت عاشورا و این مطالبی که فرمودید. من یک سوال بپرسم، چون وقت برنامه هم به پایان رسیده، برای بینندگان عزیزی که شاید علاقمند باشن این جور برکات زیارت عاشورا رو، حالا در کتبی که چاپ شده مطالعه بفرمایید، آیا کتابی هست که معرفی بفرمایید برای بینندگان، تا اگر به خاطرتون میرسه یا که در جلسه بعد اگر هم ما میتونیم؟ بله، کتاب‌های نوشتن درباره زیارت عاشورا، معمولا کتاب‌هایی که شهر دادن زیارت عاشورا رو، معمولا اولش این قضایا رو نقل کردن. ده. یکی از دوستان ما، خدا حفظش کنه، که از کارشناسان این شبکه هم هستش، جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی مهدی پور، بله، کتابی دارن درباره زیارت عاشورا امام حسین، هم در مطالبی رو بیان کردن در اون کتابشون که هم مربوط به امام زمانه و هم مربوط به زیارت عاشوراه، ما بین امام حسین علیه السلام و امام زمان علیه السلام تشابهاتی هستش و ایشون اونجا شرح دادن. الان نام کتاب در ذهنم نیست، ولی مؤلفشون جناب جلال الاسلام و المسلمی، جناب شیخ علی اکبر مهدی پور هستن. بسیار. و کتاب‌های هستش عزیزان در بازار مراجعه کنن، این کتاب‌ها هستش و این مطالب درش درج شده است. بسیار حقیقتاً مطالب بسیار ارزشمندی هستش و انشالله ما در شبهای آتی هم در خدمت شما باشیم تا انشالله آهسته آهسته وارد بحث ادعیه‌های وارد در زیارت عاشورا بشیم و معلومات ما و معرفت ما نسبت به این زیارت ارزشمند عاشورا انشالله با بیانات جناب عالی و لطف آقا سید الشهدا انشالله بیشتر و بیشتر بشه و هر مرتبه که انشالله زیارت عاشورا رو میخونیم انشالله بتونیم با معرفت بیشتری نسبت به این زیارت رو بخونیم. خب بینندگان عزیز و ارجمند، از شما هم سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه با برنامه خودتون، برنامه سرزمین عشق، همراه بودید. انشالله در شبهای آینده هم شاهد برنامه سرزمین عشق باشید تا راجع به زیارت عاشورا بیشتر بدانیم. موفق و پیروز و سربلند باشید. در اینجا از همه شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار.